کنین، بالای هیچ کس رحم نکنین، بالای این مادر رحم کنین که روز بر روز حافظه ضعیف شده رفته رایست. سلام به تمامی بیننده های عزیز، آرزو دارم جور و صحتمند و سر حال باشین. یک خبر خیلی دردآور چند وقت پیش که ما شنیدیم، عبدالرؤوف جان کودک 9 ساله در مزار شریف از سوی گروه اختطاف شد و تا فعلا بیش از 100 روز از اختطاف عبدالرؤوف جان میگذره، اما تا فعلا سرنوشتش نامعلوم است. خانواده عبدالرؤوف بیش از دو ماه میشه که خیمه تحسن برپا کردن تا اعتراض بکنن تا ای که عبدالرؤوف از سوی اختطافگرا از چنگ روبایندگان رها شوه. من خواستم که امروز بیایم امرای فامیل عبدالرؤوف جان صحبت بکنم. در کنار ما مادر عبدالرؤوف است و خالش است که امرایشان صحبت میکنیم. السلام علیکم. سلام علیکم. مادر جان خوب هستین؟ تشکرش. خواست شما مشخصا چی است و این خواست خود دارین که باید عبدالرؤوف آزاد شود، اما در بدلش اختطافگرا از شما پول هم تقاضا کردن. چقدر پول تقاضا کردن؟ آیا شما توانش دارین بپردازین یا خیر؟ اختطافچی از ما 2 میلیون دلار تقاضا کردن و ما کدام تجارتپیشه ملی هم نیستیم، کدام میلیونر هم ما نیستیم که ما او قدر پول بتیم و پرداخت کنیم و عبدالرؤوف جان رها کنیم. بغیر از خداوند دیگه ما هیچ چیز چی نداریم. امی روز که اختطاف شد بر شما کی خبر دادیره؟ و ویدیوهایی هم که بر شما روان کرده خیلی ویدیوهایی است که دلخراش است، زننده است. بله، روزی که عبدالرؤوف جان اختطاف شد، امرای عبدالرؤوف جان امشیریش است که صنف 7 مکتب بود، که امرایش دمو عمله بود، امشیریش به ما اول داد. خب میشه در مورد خود عبدالرؤوف جان بگوین که چگونه یک بچه بود عبدالرؤوف؟ عبدالرؤوف جان بسیار یک بچه مهربان بود، یک بچه بسیار دلسوز بود که سن خوردم داشت، اما بسیار بچه خوب، بچه با استعداد بود. با هر چیز آرزو میکرد که مادر ما بخیر که تحصیل خود خلاص کنم، که ما بخیر پیلوت شوم، به این وطن خدمت کنم، ما یک آدم بلندتر شوم که به این وطن ما خدمت کرده بتانم. بسیار آرزو داشت عبدالرؤوف جان. این انشالله عبدالرؤوف جان آزاد شد و بتانه که به آرزوهای خودش برسه و روز پیلوت شد. انشالله آمین که بخیر عبدالرؤوف جان آزاد شد و چنگ آدم رو بایان که بخیر تحصیل خود به ادامه بده، تحصیل خود به پایان برسانه و به ملت خود خدمت بتانه. خوب دوستا، خاله عبدالرؤوف جان هم اینجا در کنار ماست، امرای خالش هم میخواییم صحبت بکنیم. سلام علیکم. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ صحت من خاله عبدالرؤوف جان هستم از شهر زیبای مزار شریف از خیمه تحسن. خاله جان میشه شما بگوین که چقدر روز شد که این خیمه تحسن اینجا شما برا انداختین و از سرنوشت هنوز هم خبری نیست؟ تشکر جهان سپاس از سوال شما. البته خیمه تحسن ما تقریبا اینال از 2 ماه زیادتر میشه، نزدیک به 2.5 ماه میشه از اختطاف عبدالرؤوف جان. از 100 روز بلکه 105 روز یا 104 روز شد. از شما بسیار تشکر. با امید روزی که عبدالرؤوف جان آزاد شد و دوباره به آغوش
خانواده خود بر بگرد. تشکر جهان سپاس از شما، یک جهان تشکر. قدمایتان بالای چشمای ما، اینجا قدم رنجیده فرموده اینجا آمدین، جهان سپاس. خوب دوستان، اینجا بانوان زیاد هستن که در خیمه تحسن هستن، اما آقایان هم هستن که خیمه تحسن برپا کردن. ما میریم حالا با آقایان میخواییم که صحبت داشته باشیم. خب دوستان، در کنار ما پدر عبدالرؤوف جان است که می خواهیم امرایشون صحبت داشته باشیم. پدر جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. پدر جان، چند روز شد مشخصا از اختطاف عبدالرؤوف جان؟ بیشتر از 100 روز شد اختطاف عبدالرؤوف جان. دیگه تا هنوز هیچ خبری نیست، هیچ یک خبری نمی است که فقط دو روز پیش یک صدای صوتیش بر ما آمد، یک عکسش آمد که تقاضای 19 لک دلار دارن. دیگه گپ نبود، هیچ دیگه چیزی گپ نبود. 19 لک دلار خیلی هزینه گزاف نیست؟ 19 لک دلار بسیار گزاف است که اینا نمیفهم چی رقم آدمایی هستند که ما با اختطاف کسایی که اختطاف شده بودن با اونا هم خیلی مردم ها مشوره کردیم. اینا مثلا 1.5 میلیون دلار خواستن، 50,000 دلار اینا خلاص شدن، اما از ما به جای که پایان به بالا رفته میره و تهدیداتی که بم دستی مندازن دیگه میکنن، اینا هم در سرش اضافه است. دیگه نمیفهم دیگه چی رقم انسان ها هستن، چی رقم آدم هایی هستن که اینا چی میخواین از این طفل؟ یک طفل معصوم است. خودم این اختطافچی ها هم امی مردم هم اولاد داشته باشن، اولاد نداشته باشه، برادرش داشته باشه، خواهرش داشته باشه. پیام شما برای کسایی که عبدالرؤوف اختطاف کرده چی است؟ پیام ما برای کسایی که اختطاف کردن عبدالرؤوف درست از اختطاف کرده. امو گفتم، پیشتر هم گفتم که اونا هم اولاد داشته باشن، اونا هم برادر داشته باشن، برادر زاده داشته باشن. از اینا هم از طفلی کلان شدن، اینقدر ظلم به درد نمیخوره. امروز نی صبح رفتنی هستیم، خدا را حاضر ببینن. یک طفل مظلوم چی گناه داره؟ گناهش بگوید. اما با امید روزی که عبدالرؤوف جان آزاد شوه و در کنار فامیل خود بپاید. تشکر. لایمین که بخیر بیاید، در کنار ما، در کنار آغوش مادرش و در کنار قوما انشاءالله. سلامت باشید. خب دوستان، واقعا خیلی دردآور است که یک طفل 9 ساله ربوده میشه و در بدل از اون پول خواسته میشه. خب با گفت حال چی بگیم، ما خیلی نگران شدیم. واقعا آدم وضعیت روحی خوبی نمی داشته باشه که در یک جمع باید که یک طفل 9 ساله اختطاف شده. با امید روز که عبدالرؤوف جان آزاد شود، در کنار فامیل خود برگرده، با آغوش مادرش برگرده، تا بتانه تمام آرزوهایی که داره به آرزوهایش برسه. گزارش من به پایان میرسه. وقت همه تون خوش. خدا نگهدار.